دو سوی یک مرز، یکی با جاده های قریزی شده و دیگری در محاصره سخت جغرافیایی. در این تصویرها که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شوند، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از راه بلندگو با شماری از شهروندان افغانستان در ولسوالی شکی در واسهای بدخشان گفتگو کرده است. مردم منطقه ما نیازمند اسد و آب و برق و با حالات مخابراتی و بحری می باشند. شما رئیسای ولسوالی با رابرت ولایت با ساختارهای ما هم صحبت شد، پیشنهاد کنند هرچی امکانیتی هست با کمکهای خود را به شما میرسانیم. دروازهای بدخشان از بخشهای دشوارگذر افغانستان پنج ولسوالی دارد که با تاجیکستان هم مرز هستند و در این بخشها بازارهای مشترک نیز میان باشندگان دو طرف مرز وجود دارند. هر بار که بخوایم رفت آمد کنیم به خاطر بد امنی و نبود سرک درست، ما از مسیر تاجیکستان تنها رفت آمد ما $300-400 مصرف میشه با ویزه، به خانه پدر خود میریم پس برمیگردیم. قریه هایی است که مکاتبشان بسیار در یک حالت بد هستند، اکثرا حتی زیر درخت درس میخوانند، حتی یک تعمیری گلی ندارن برای درس خواندن. در بسیاری از روستاها هیچ مخابرات وجود نداره، اصلا کلینیک وجود نداره. به گفته باشندگان شکی، امام علی رحمان در این بخش بدخشان تاجیکستان مهمان خانه ای دارد که سالانه به دیدار شهروندان تاجیک می آید. اما باشندگان بدخشان افغانستان می گویند که تاریخ گواه سفر فرد نخست کشور به این بخش های افغانستان نبوده است.